آقای دکتر سعدوندی اقتصاددان، ارتباطتون برقرار هستش تصویری. آقای دکتر سلام، شبتون بخیر. سلام عرض میکنم خدمت شما جناب دکتر پرویزیان و میهمانان محترم و هموطنان عزیزم. آقای دکتر، کلیات بودجه 1401 رو چطور ارزیابی و مقایسه میکنید با 1400؟ بله، ارزیابی متفاوت با مقایسه با 1400. چرا؟ برای اینکه بودجه سال 1400 نسبت به سال 1399 به شدت انبساطی بود. انتقادی که ما در سالیان سال به دولت قبل، دولت تدبیر امید داشتیم، این بود که بودجه ها رو انقباضی میبست و صحبت ما این بود که اقتصاد در یک رکود تورمی قرار داره و باید همزمان سیاستگذاری پولی، حالا اگر نه انقباضی باشه ولی باید خونسا باشه، و سیاستگذاری مالی میتونه تا حدی انبساطی باشه. این توصیه بود که من سالیان سال داشتم، منتها اتفاقی که افتاد در سال 1400 ناگهان بودجه حدود 70% رشد کرد و این فاجعه تورم رو به وجود آورد. بارها عرض کردم، در همین برنامه عرض کردم خدمت شما که تورم سال 1400 یک تورمی بود که از طریق قانون اعمال شد. یعنی اگر که دولت به مسببات لایحه بودجه عمل نکنه و تورم ایجاد نکنه مسئول هست. ببینید تا این حد ما متاسفانه بی تدبیری صورت گرفت در بودجه سال 1400. وقتی به بودجه سال 1401 میرسیم، میبینیم که همون تفکر هست، همون تفکری که 50 سال هست داره بودجه نویسی میکنه، همون تفکر بودجه سال 1401 رو هم بودجه نویسی کرده. تغییرات عمده و کلانی نمیبینیم، ولی از این منظر که رشد بودجه به اندازه رشد بودجه 1400 نیست، به نظر من مثبت هست. یعنی یک مقداری در جهت اصلاح، البته اصلاحات کوچک، حرکت شده است. خوشبختانه اون نرخ سریع رشد 1400 رو در بودجه سال 1401 نمی‌بینیم. البته من نمیتونم این بودجه رو بودجه انقباضی بنامم، نه، بودجه هنوز میتونیم بگیم که نسبتاً خونسا هست و از این نظر یک گام به جلوست. ولی اصلاحاتی که بنا بود انجام بشود متاسفانه انجام نشده است. البته من منظورم از اصلاحاتی است که شخص بنده و بسیار دیگر اقتصاددانان در این سالها خدمت مردم محترم ایران معروض داشتیم. چرا؟ برای اینکه یک اصلاحات ساختاری بودجه هم مطرح شد که به باور بنده این اصلاحات ساختاری بودجه مطلقاً نه اصلاحات است نه ساختاری است و به جایی نخواهد رسید. و از روز اول هم من درس کردم که به جایی نخواهد رسید. 3 سال هست این اصلاحات ساختاری بودجه داره انجام میشه و میبینیم که هیچ نتیجه مشخصی هم تا امروز نداشته و من خدمت شما با قاطعیت عرض میکنم در آینده هم تأثیری نخواهد داشت. این که هم شما گفتید هم کارشناسان دیگر گفتن که بودجه 50 سال اینطوره، من نمیدونم چه، یه دفعه یادم افتاد که آقای کرد بچه متخصص بودجه بعد از 50 سال همین روزا از سازمان برنامه خداحافظی کردن بعد از 50 سال. ظاهرا ربطی هم نداره، حالا از زحمات ایشون هم قدردانی میکنیم. به هر حال ایشون بود آخرش گویا بودجه رو ایشون میبستن دیگه به لحاظ کارشناسی. من یک در واقع بنده یک بار، جناب دکتر پرویزیان از حق نباید بگذاریم، بنده یک بار در یک جلسه جناب کردبچه رو دیدم و بسیارم معترض بودم. وقتی از جلسه خارج شدیم ایشون کاملا با نظریاتی که بنده مطرح کردم اتفاقا همدردی کردن. یعنی ایشون سعی کرده بودن که، حالا برداشت بنده این هست، لااقل از یک جلسه حضوری که در خدمت ایشون بودم، برداشت بنده این هست که در خلال این سالها ایشون سعی کرده بودن که بودجه رو، حداقل زهر بودجه رو بگیرند و کمتر صدمه مردم وارد بشود. این قضاوتی است که بنده دارم، ولی به هر حال نه، من در مورد ایشون هم من قضاوت نکردم، فقط گفتم یادم اومد به هر حال سالهای سال ایشون برای بودجه کشور زحمت کشیدن، پس کارشناسان خبره تنظیم بودجه بود اصلا. انتظار داشتیم که در این 50 سال فرد دیگری تربیت بشود که جایگزین ایشون بشود. به نظر نمیرسه که برنامه‌ای برای جانشینی و جایگزینی ایشون هم داشتیم. و همینطور که 50 سال ایشون موندن، سازمان برنامه اگر قصد داشته شخص دیگری رو تربیت کنه جایگزین ایشون بشه، تا حالا انجام داده بود دیگه. بله، این همه جوان ما در کشور داریم، جوانانی که مستعد هستند، نخبه هستند و متاسفانه بیکار هستند، و ما می‌بینیم که در موارد متعدد به فکر جانشینی نیستیم، به فکر تربیت جوانان نیستیم. امیدوارم که پیام ما به گوش مسئولین برسه و برنامه ریزی بلند مدت برای در واقع مدیریت اقتصادی کشور داشته باشه. شاید بعضی هاشون البته فکر میکنن که اگه این کارو بکنن خب مجبورن کم کم بازنشسته بشن و خداحافظی بکنن دیگه. آقای دکتر سعدوندی، نکات شما. خواهش میکنم، در خدمت شما هستم. از فرمایشات اساتید استفاده کردم.
چند نکته رو میخواستم خدمتتون عرض کنم، شاید که راهی گشوده بشود. یک مسئله این هست که جناب آقای دکتر خدابخشی فرمودن که تراز عملیاتی بهتر شده، تراز عملیاتی بودجه. واقعیت این هست که خب وقتی که شما در بودجه 1400 بودجه رو 70% رشد دادید و نمایندگان محترم مجلس پیشنهاد دولت قبل رو تصویب کردند و پس از اون هم شورای محترم نگهبان تایید کردند، همه ارکان نظام پشت بودجه 1400 قرار گرفتند، خب طبیعیه که بودجه 1400 بودجه تورمی بوده، بودجه 1401 یک مقداری اصلاح شده، به روند سابق بازگشته. خب طبیعی است که تراز عملیاتی نسبت به بودجه 1400 باید بهتر بشه، ولی این حالا یک مزیت خیلی بزرگی نیست. این بالاخره خدا را شکر که وضعیت فاجعه بار بودجه 1400 ادامه پیدا نمی‌کنه، ولی تراز عملیاتی خیلی فرقی نکرده نسبت به روند بلند مدت. این یک نکته. نکته دیگر این که اصلا اگر تراز عملیاتی ما در واقع کسری نداشته باشه یا داشته باشه اصلا اینقدر مهم نیست. ببینید اینها نکاتی است که ما در کشور خودمون بیش از حد روش تاکید کردیم. من یک نکته رو میخوام اینجا باز کنم، اونم این است که تفاوت بودجه جاری و بودجه عمرانی در این نیست که بودجه عمرانی صرف سرمایه گذاری میشود و بودجه جاری صرف سرمایه گذاری نمیشود. اتفاقا بخش عمده بودجه جاری هم صرف سرمایه گذاری میشود، اما نوع سرمایه گذاری و نوع هدفگیری این دو بودجه با هم متفاوت است. بودجه جاری معمولا صرف سرمایه گذاری در سرمایه های انسانی و اجتماعی می شود، بودجه عمرانی صرف سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی می شود. خب وقتی که شما سرمایه گذاری در سرمایه فیزیکی انجام بدید، زود بازدهتر هست، در همون سال یا سال بعد آثارش رو خواهید دید. وقتی در بودجه جاری سرمایه گذاری کنید، مثلا حاکمیت قانون مطرح بشود، مثلا امنیت اصلاح بشود و ارتقا پیدا کند، مثلا سلامت ارتقا پیدا کند، آموزش رشد کند، آموزش از نظر کیفی و کمی گسترش پیدا کند، خب اینها نوعی سرمایه گذاری است که در بلند مدت جواب میده. واقعیت این هست که ما کشور ما یک پیشینه 5000 ساله‌ای داشته، ما از همه سرمایه تاریخی خودمون استفاده کردیم در تمام این سالها، یعنی ما 5000 سال سرمایه گذاری در این کشور صورت گرفته، حتی اگر قدیمی هم بوده تبدیل به ابنیه تاریخی هم شده، از اونم استفاده میکنیم برای درآمدزایی دیگه. حالا البته خوب استفاده نکردیم، اما صحبتم این هست که ما همه سرمایه گذشته رو استفاده کردیم، ما سرمایه های نسل آینده هم استفاده کردیم، از آینده نسل آینده هم خورده ایم. دقیق میفرمایید این نسل دهه 60 و دهه 70 ما که متاسفانه کار ندارن، حالا ما میخوایم اجبارشون کنیم که درشت جمعیت اصلاح بشه، خب نمیشه. شما باید برای این جمعیت جوان کار پیدا کنید، شما باید اجازه بدید اینها وارد بازار کار بشن، نه اینکه راه رو مسدود کنید به جای مانع زدایی مانع گذاری بکنیم. در سال مانع زدایی مانع گذاری کردیم، در سال مانع زدایی اگر لازم باشه من مستاق خدمت شما عرض میکنم. خب طبیعی است که جوان که کار نداشته باشه مسکن نداره، جوانی که مسکن نداشته باشه ازدواج نداره، ازدواج هم داشته باشه بچه دار نمیشه، بچه دار هم بشه مشکلات تشدید خواهد شد، نه اینکه رفع بشه. بنابراین ببینید ما به یک مشکلات خیلی جدی داریم میرسیم و یک مقدار زیادی از این مشکلات به خاطر طرز تفکر ما هست. تفاوت بودجه جاری و بودجه عمرانی این هست که ببینید از منظر تخصیص بودجه، معمولا بودجه عمرانی در همه کشورهای دنیا، در کتاب اقتصاد کلان من میتونم کد بدم خدمت شما، مشخصا نقل کنم از کدام کتاب چه فصلی، میگن که وقتی که در واقع کشورها با کسری بودجه مواجه میشن، وقتی که میخوان که این کسری بودجه رو کنترل کنن، از بودجه عمرانی میزنند اول، بعد از بودجه جاری میزنند. اما واقعیت این است که ما نه در بودجه عمرانی وضعیت مناسبی داریم و متاسفانه این سالها این بودجه عمرانی رو کات کردیم و کاهش دادیم، و نه در بودجه جاری وضعیت مناسبی داریم. از نظر حاکمیتی دولت مرکزی تضعیف شده، خصولتی تقویت شده، بخش خاکستری تقویت شده، اینها فاجعه است. ما انتظار داریم که بریم به سمت اینکه یک حاکمیت مقتدر در عرصه سیاست گذاری اقتصادی داشته باشیم، که نداریم متاسفانه، که نداریم. پس ببینید این که ما تراز عملیاتیمون بهتر بشه یا بدتر بشه اصلا هیچ مهم نیست، اما یک نکته مهم است که اتفاقا همین تراز عملیاتی همون مسئله است که من مورد انتقاد جدی من در اصلاح ساختاری بودجه است. خب ببینید در اصلاح ساختاری بودجه اومدن چه گفتن؟ اومدن گفتن که ما به اندازه‌ای که درآمد حاصل از فروش ثروت نفت داریم، به همون اندازه به بودجه عمرانی تخصیص بدهیم. این در نهایت به اینجا خواهد کشید که اتفاقا کسری بودجه رو تشدید خواهد کرد اگر این اتفاق بیفته.
چون یک مقداری ما در واقع درآمد نفتیمون مازاد داریم معمولا، حالا اگر که به تفاهم هم برسیم که ظاهرا خیلی نزدیک هستیم به تفاهم، همیشه در طی این 50 سال به جز سالهایی که مورد تحریم قرار گرفتیم و فکر میکنم یک سال یا دو سال آخر جنگ، همیشه ما مازاد بودجه ارزی داشتیم. این مازاد بودجه ارزی اگر بیاد متناسب با این مازاد بودجه ارزی شما بیاد بودجه عمرانیتون رو افزایش بدید، این بودجه ارزی رو شما میبرید در بانک مرکزی تبدیل به پای پولی میکنید عزیز من، و از اون طرف پس بنابراین بودجه عمرانیتون رو دارید از محل پای پولی تامین میکنید. هر وقت شما بودجه عمرانی رو از محل پای پولی تامین کردید، نه فقط نقش مثبت در نهایت در اقتصاد نخواهد داشت که نقش منفی خواهد داشت، چون تورم افزایش پیدا خواهد کرد. نااطمینانی که تورم در اقتصاد میاره، اون وجه مثبتی که سرمایه گذاری دولتی میتونه داشته باشه نه فقط خونسا میکنه، بلکه کراودینگ اوت هم اتفاق میفته، مباحث مختلف دیگر هم اتفاق میفته. بنابراین یک نکته که من باز روش تاکید میکنم، اصلاح ساختاری بودجه متاسفانه از این منظر مشکلات اساسی ایجاد خواهد کرد. سالیان سال هم هست که اون عزیزانی که اصلاحات ساختاری بودجه رو در واقع تصویب کردن و طراحی کردن متاسفانه گوش شنوا هم ندارن. من بارها و بارها مباحث رو مطرح کردم ولی کاملا داره من مسجل است که نشنیدن. به جای تراز عملیاتی صفر یا تراز عملیاتی بالانس، ما باید بریم به سمت تفکیک بودجه ارزی از ریالی. این یک نکته که من امیدوارم جا افتاده باشه که الان در خدمتون هستیم. نکته دیگر، جناب آقای دکتر افقر فرمودن در مورد تخصیص بودجه به مناطق محروم. به نظر من در کشور ما که تبدیل شده به آزمایشگاه نظریات اقتصادی جهان، ببینید همین نظریات اقتصادی که در کتاب‌های تکست‌بوک هست، ما الان می‌بینیم در کشور خودمون داره اجرا میشه و نتایجش هم داریم می‌بینیم. ما بودجه میایم تخصیص میدیم به مناطق محروم، آثار مثبت در مناطق محروم که به جان نمی‌گذارد چی؟ باعث افزایش تورم در مناطق محروم می‌شود. حالا دلیل چه هست؟ دلیل این هست که ما مانع زدایی انجام ندادیم. دلیل این هست که به طرف عرضه نپرداختیم. دلیل این هست که در واقع تولید در مناطق محروم در سطح تولید در واقع تولید طبیعی خودش قرار داره متأسفانه. وقتی شما تزریق می‌کنی، این تزریق منابعی که انجام میشه فقط موجب تورم خواهد شد. در حالی که اگر شما مانع رو بردارید و تولید پتان در واقع قابلیت تولید یا تولید طبیعی رشد کنه، بالاتر بره، حالا اگر شکاف تولیدی داشته باشیم، با این تخصیص بودجه به مناطق محروم شما خواهید دید که هم فقرزدایی انجام خواهد شد و هم وضعیت تولید مناطق محروم بهتر خواهد شد. بنابراین این ترانسمیشن مکانیزم یا مکانیزم انتقالی که ما در سیاست گذاری پولی داریم اینجا باز خودشو داره نشون میده. اگر شما به درستی این در واقع پول هایی که دارید، پول پاشی میکنید یا ارز پاشی میکنید یا راند پاشی میکنید، اگر به تولید اصابت نکند، اگر به بخش های مولد اقتصادی اصابت نکند، دچار مشکل میشه. این یک نکته که من میخواستم عرض کنم در تایید صحبت های جناب آقای دکتر افقر. یک مسئله دیگه در مورد رشد شدید مالیات ها، هیچ مشکلی نداره رشد شدید مالیات ها. چرا؟ برای اینکه ما بودجه 1400 رو یک بودجه بسیار تورمی بستیم و بود و مالیات یک سال بعد از در واقع شرایط تورمی سال قبل تأثیر خودش رو خواهد گذاشت. چون در سال 1400 محیط تورمی به وجود آوردیم، متاسفانه از روی عمد هم به وجود آوردیم، این باعث میشه که سود شرکت ها به عنوان مثال در سال 1401 مثلا 50% و 60% و 70% رشد کنه. البته من فکر میکنم احتمالا درآمد مالیاتی یه چیز حدود 50-60% رشد محقق بشود، ولی این مسئله خاصی نیست که انتقاد جدی داشته باشیم. اتفاقا برعکس، اگر ما این مباحث رو مطرح کنیم، اون وقت در مجلس نمایندگان محترم بخواد این درآمد مالیاتی رو کاهش بدن، به نظر من وضعیت خوب و متعادلی نخواهد بود. بنابراین از این منظر مشکلی نیست. مشکل اونجاست که ما اوراق رو سرکوب کردیم. مشکل اونجاست که ما از تجربه بشری سعی می‌کنیم در جهت معکوس استفاده کنیم. همه دنیا کسری بودجه رو از محل انتشار اوراق تأمین میکنن. البته نه اینکه ما یک ماه اوراق رو به شدت منتشر کنیم، ماه بعد متوقف کنیم، دوباره منتشر کنیم. در تمام این 3-4 سالی که اوراق مطرح شده همین طور بوده. همین بودجه سال 1401 هم مهمترین شاهدیه که ما داریم. بودجه سال 1400 ما اوراق رو داخل بودجه آوردیم. البته باید نسبت ها رو در نظر بگیریم، نباید دوچار توهم پولی بشویم. نسبت ها نشون میده ما اتفاقا در زمینه انتشار اوراق اتفاقا اصلا اینجوری نبوده که
خیلی اگریسیو عمل کنیم، خیلی سعی کنیم که مثلا اوراق به شدت در بازار تزریق بشیم. اصلا چنین چیزی نبوده در بودجه 1401، اما اینکه در بودجه سال در بودجه 1400 اصلا چنین نبوده، اما اینکه در بودجه سال 1401 ما میایم این بخش اوراق رو سرکوب میکنیم و به طور مستقیم و غیر مستقیم سعی میکنیم از محل پای پولی تامین کنیم، مثلا از صندوق توسعه ملی برداریم که مردم تصور میکنن واقعا از صندوق توسعه ملی برداشته شده ولی در نهایت از پای پولی برداشته خواهد شد، این مشکلات جدی به وجود خواهد آورد. نکته آخر خدمتتون عرض کنم، ببینید ما متاسفانه من برداشتم این است که این بودجه با یک گوشه چشمی به اتفاقا رفع تحریم نوشته شده. در ظاهر بودجه اینجوری است که ما میگیم که اصلا برای ما مهم نیست تحریم ادامه پیدا بکند یا نکند، اما واقعیت این است که برداشت من این است که سیاستگزار بعد از 50 سال ارزپاشی در این اقتصاد، اتفاقا در سال 1401 هم بنای بر ارزپاشی دارد. اگر شما میبینید که این روزها شاخص بازار بورس داره بازی میکنه، بالا پایین میره، رنج میزنه، در یک محدوده خاصی حرکت میکنه و با این شرایط تورمی رشد نمیکنه، دلیلش این است که سهامدار آگاه، مردم آگاه هستن، میدونن که 50 ساله که ما تجربه تخریب اقتصاد ملی رو از طریق بیماری هلندی و از طریق تزریق ارز حاصل از فروش ثروت در بازار داریم. متاسفم ولی واقعیتش این است که به نظرم میرسه که در سال 1401 هم به همون سمت حرکت کنیم و باور بفرمایید اگر ما بنا باشه منابع ارزیمون رو با آتش بکشیم، بله میتوانیم در ارز در طی یک سال یا دو سال قیمت ارز رو پایین بیاوریم، ولی بعدش هم باز همون اتفاق میفته که در سال 97 افتاد. اگر خاطرتون باشه اون زمان دولت اعلام میکرد تحت عنوان دستاورد تورمی اینو میشنا، پوزخند میزدن به مخالفان و اعلام میکردن که قیمت ارز تثبیت شده، ولی دیدیم که چگونه این فنر ارزی جهش کرد و بالا رفت و دولت نتوانست کاری انجام بدهد. امیدوارم از تجربیات این 50 سال درس گرفته باشیم، در سال 1401 بریم به سمت تفکیک بودجه ارزی از ریالی به جای اصلاحات ساختاری آرایشی بهداشتی، بریم به سمت تفکیک بودجه ارزی از ریالی، کسری بودجه را از بهر اوراق تامین کنیم، بازار سرمایه را تقویت کنیم، سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها و فرق‌زدایی را رشد بدهیم. و جناب دکتر پرویزیان، حالا اگر فرصتی بود بعداً خدمت شما اشاره خواهم کرد که اگر ما بریم به سمت مانع زدایی، بریم به سمت اقتصاد طرف عرضه و سیاست‌های طرف عرضه اقتصاد، نرخ رشد 8% نرخ کف اقتصاد ما خواهد بود، چون ما یک جمعیت جوان داریم در هر کشوری که این جمعیت جوان اتفاق افتاده رفتن به سمت نرخ‌های رشد دو رقمی. چرا در کشور ما 10 سال هست که پنجره جمعیتی باز شده، نه فقط ما رشد اقتصادی 8% و 10% و 12% نداشتیم، بلکه بدترین وضعیت رو پیدا کردیم. الان در شرایطی هستیم که خالص سرمایه گذاری در کشور، وقتی شما استهلاک رو در نظر میگیرید، خالص سرمایه گذاری متاسفانه منفی است. نیاز داریم که اصلاحات خیلی جدی صورت بگیره، نه اصلاحات آرایشی بهداشتی. سپاسگزارم. آقای دکتر سعدوندی، از شما بسیار سپاسگزارم. ما این هفته سعی میکنیم از زوایای مختلف به بحث بودجه بپردازیم و حتما باز از دیدگاه شما استفاده خواهیم کرد. شبتون بخیر، خدا نگهدار.